د تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلام. د مشرانو جرګې یو پلاوی چې د څرخی پله له زندان څخه لیدنه کوله وایي چې په دغه زندان کې غیر صحي او خوسا غوښه زندانیانو ته ورکول کیږي. د مشرانو جرګې غړي ښاغلي زلمي زابلي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د همدې پلاوی مشري هم کوله چې شاوخوا درې اونۍ د مخه موږ ته راپور رسېدلی و چې زندانیانو ته سمه غوښه نه ورکول کیږي، بلکې غوښه خوسا شوې او غیر صحي غوښه وه. د همدې موضوع څېړنې لپاره چې وایي موږ کله زندان ته لاړو او د غوښې د ذخیره کولو ځای مو چې ولیدل، هلته غوښه په بشپړه توګه باندې خوسا شوې وه. کله مو چې له محصولینو پوښتنه وکړل چې دا کار ول داسې کیږي، دوی وایي چې په دې کې ډېر ګرم یا ملامت هم قراردادي ده، وایي چې بیا بالاخره د مشرانو جرګې د ادرس څخه د کورنیو چارو وزارت ته یو مکتوب ولیږل شو چې دغه قراردادونه مخه باید ونیول شي. دا یوه وړوکې نمونه ده په زندانونو کې د زندانیانو د حالات، بلکې تر دې ورهاخوا ته په زندانونو کې له زندانیانو سره د بد چلند راپورونه ډېر زیات خپاره شوي دي. هلته په زندانونو کې د ماشومانو د شتون موضوع هم کله ناکله راپورته کېږي. شفافیت سازمان چې کوم څه ریپورټ پرې جوړ کړی و څه موده مخکې، او د دې تر څنګ په محاکمو کې د دوی د دوسیو د څېړلو موده هم کله کله ډېره زیاته وي. داسې زندانیان هم شته چې محاکمو فیصله کړې ده چې یا باید برات ورکړل شي، هغه تر اوسه پورې په بند کې شپې ورځې سبا کوي. له بل خوا څخه د ولسمشر دیو فرمانونو په اساس باندې چې زندانیانو ته تخفیف ورکول کیږي او یا هم خوشی کول کیږي، په هغه کې هم داسې ویل کیږي چې د زورواکو واسطدارانو شتون ډېر مهم ده. موږ په نننۍ بحث کې مشخصا د سرخی پله د زندان په وضعیت باندې به هم خبرې وکړو، د خوراکي مسایلو په ارتباط باندې هم خبرې وکړو. اما یو لوی بحث هم باید مطرح شي چې دلته زندانونه باید په یو ډول باندې د اصلاح مراکز وګرځي، نه دا چې زندانونه د اصلاح په ځای باندې زندانیانو په ژوند باندې ناوړه او منفي اغیزه وکړي. ما سره په بحث کې ډېر خدمتمن میلمه ښاغلی جنرال صاحب شامیر امیرپور د کورنیو چارو وزارت دی محبوسینو دی لوري ریاست دی محاکمو دی ارتباط رئیس سره بحث کوم. مهمت ډیر خره غواس جناب جنرال صاحب، خره غواس ته خیلی خوش آمدین. حالا این موضوعی را که مشران جرګه گفته که اونجا گوشت خوب نیست و گوشت به یک نوع غیر صحی است و ایره میگه ما پیدا هم کردیم اونجا رفتیم به چشم خودم دیدیم، این مسئله چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و سلام خدمت بیننده های محترم. در قسمت گزارش که هیئت محترم مشران و جرگه ارائه کردن، حتما چشمدید آنها بوده و طرز العمل ما یا شیوه کاری ما در قسمت اکمال گوشت و یا مواد خوراکه در محابس مخصوصا محبس پلچرخی طوری است که هیئت معاینه وجود داره و دکترها هم در اینجا دخیل هستن. زمانی که گوشت یا هر مواد خوراکی دیگه که قابلیت فاسد شدن داره، اونا توسط معاینه معاینه میشن از هر لحاظ، بعد دکتر مربوط او را میبینه و بعد اجازه میتن برای طبخ. اما بعضی اوقات که این چنین واقعی پیش میه، دوباره مسترد میشه و به قراردادی مربوط داده میشه و اونا مجبور هستن که گوشت صحیح و تازه برای ما اکمال بکنن. اما مواردی هست که در این زمینه باید عرض کنم که بعضی اوقات قراردادی ها، یعنی دسترسی ما به قراردادی و مسئول اصلی نداریم. همین رقم یک پروسیجر پیش آمده که نباید قراردادی ها بیشتر با مراجعی که اونا را اکمال میکنن دید و آدید داشته باشن، چون این هدایتی از بالا هم موجود است. خب فکر میشه که باعث فساد میشه یا باعث معامله میشه، هر دلیلی که وجود داره. بعضی اوقات ما مسئولین اصلی و نفر اصلی قرارداد پیدا نمی کنیم متاسفانه، و شاید این وضعیت پیش آمده باشه. اما در اون روزی که هیئت محترم مشران و جرگه رفتن و دیدن، ولی در کل ما بسیار کم با این مشکل مواجه هستیم. اگر هم یک پروسیجر داخل زندان وجود داره و داخل وزارت محترم داخله وجود داره، پس چگونه ممکن است که از یک فیلتر بسیار قوی همچون یک گوشتی بیایه و به زندانیا داده شود؟ ما شخصا این جریان ما خودم مشاهده نکردیم. اون چیزی که هیئت محترم، اعضای محترم مشران جرگه دیدن، ما به صورت قطع نمیتونم رد بکنم. یقینا چشم دیدشان گفتن اطمینانن که در مرحله ایدن که باید او گوشت مسترد میشد، شاید در چین مرحله دیده باشن، یا اینکه گوشت ذخیره شده تا به نفر قراردادی مسترد شود تماس گرفته شده. یعنی هیچ وقتی نشده که ما گوشت گنده را
تبخ کرده باشیم، باید چون این واقعی پیش نمیه و هرگز مابوسین ما به این گپ راضی نمیشن. حالا یک بحث دیگه است که از امرای مابوسین که مصاحبه صورت گرفته، اونا گفتن که ما مریض شدیم، بر ما مشکلات صحی به میان آمده به خاطر که همچی یک غذای بر ما داده شد. خب یک بحث گوشت است، اما در کل غذا گاه گاهی اونا رو مریض هم میکنن؟ فکر نمی کنم واقعیت داشته باشه جناب خپلواکس، بدل ازی که ما مشکلات ما از نهایه خوراک یا شه تقریبا رفع است. یعنی ما وقتی در محابس نظارت میکنیم و تفتیش های ما میرن، مشکلات از دیگه بخش ها بر ما میارن. یعنی کمتر اتفاق افتاده که بله بعضی اوقات در محبس مرکزی پلچرخی تعداد محبوسین بیش از حد است و ما امکاناتی که دو با آشپزخانه‌ای که است و با ظرفیت و وسایلی که در اختیارشان هست، گاهی ما یقین داریم که گاهی مشکلاتی در کیفیت پخت به وجود می آید که بزودترین فرصتی مسئله مرفوع میشه. آه مشکلی است که خود امی حیاتی که از مشوران جرگه رفته بودن اینا گفتن، و آقای زبیلی که سناتور مشوران جرگه است اونا آدم معلومه هستن، اونا آمدن این بحث مطرح کردن، گفتم چه یک چیزی است. شما بحث قراردادی و وزارت داخله و مسئولین زندان مطرح کردین، یعنی شما میگین که این مشکل در قراردادی است، قراردادی باید همچون گوش را نمیاد. ما خو عرض کردم که اکثر اوقات چین مشکل پیش نمیایه. ما فکر میکنم که گوشت همون گوشتی بوده که در حال مسترد کردن به قراردادی بوده و یا این که منتظر بودن که قراردادی بیایه و یه گوشت با خود ببره و گوشت تازه بیاره. بله گفتم میشه که قراردادی هم یک شخصی زورمندی است، همین قراردادام که وقتی میشه همین اشخاص زورمند چقدر همین میارهایی که در قرارداد برای زونا داده میشه ایره مراعات میکنه؟ شما مطمئن هستین؟ مثلا شما در بخش خود اگر این بحث مطرح بکنین، قراردادیایی که با زندان ها کار میکنن در بخش یاشه، در بخش ترانسپورت، در دیگه بخش ها کار میکنن، لوجستیک و تدارکات، شما از کارکردگی از اونا راضی هستین یا حداقل اون میارا را بالای از اونا پورا کرده میتونین؟ واقعیتی است که اصلاحاتی که در مورد قراردادیا و تدارکات از طرف مقامات عالی روی دست گرفته شده، یک مقدار بله جهت مثبت داشته، یک مقدار بهبود در وضع آمده. اما زمانی که مثلا مواد غیر صحی و یا مثلا خلاف نرم های قرارداد اکمال میکنن، باز دسترسی به اونا مشکل میشه و دلیلی از این که اونا برای ما دسترسی نمیخواهند داشته باشند و یا که هدایت هم از طریق مقامات ما هست که نباید بیشتر قراردادی ها دید و آدید شوه و یا وارد معامله شوند. متاسفانه بعضی اوقات به خاطر جلوگیری از معاملات اینها قراردادی ها نباید که با مرجعی را که اکمال میکنن بیشتر ببینن. اما این باعث شده باش تماس نداریم، اما یک مرجع دیگر است که با قراردادی باید در تماس باشه. خب قراردادی چون تعهد کرده که ما جنسی مطابق میاره، مطابق نرمی که قرارداد کرده باید اکمال بکنه و این تعهد کرده، ما از بابت تعهد از او بله ارگان های دیگری در سطح بالا شاید باشن، اما در سطح ریاست عمومی ارگانی که اونا را نظارت کنه وجود نداره. وجود نداره، ممکن در وزارت یک ارگانی باشد. بحث فساد مطرح میشه گاه گاه. وزارت داخله یکی از قراردادی های بسیار مهمه، یعنی مصارف کننده بسیار مهم است در افغانستان، بسیار مصرف داره. گفتم میشه که بعضی اوقات این موضوع فساد هم صورت میگیره. به هر حال ما اون مسئله رو به خاطر از شما نمیپرسم، چون از استقامت کاری شما یکم ذره دور است. اگر یک بحث کلان رو مطرح بکنیم که در باب زندانیا باشه و مسائل حقوق بشر و مسائل هم مسائل از اونا مرفوع باشه در زندانا، شما فکر میکنین که ما در همچی یک وضعیت هستیم؟ زندانای افغانستان در همچی یک وضعیت هست که همه نرمهای بین‌المللی که وجود داره در زندانای افغانستان تطبیق میشه یا حداقلش تطبیق میشه؟ واقعیتی است که در افغانستان ما هنوز به مرحله معیار شدن زندانها نرسیدیم. هنوز مشکلات زیاد داریم، اما راههای زیاد را پیمودیم، به دستاوردهای زیادی رسیدیم و بسیاری از مشکلات ما رفع شده. ما حضور شما عرض کردم که فعلا مسئله یاشه از مشکلات جدی ما نیست. ما مشکلات جدی تر از یاشه داریم. مثلا ازدحام و تراکم زندانیان در محابس افغانستان، مخصوصا در محبس پلچرخی، پروسه زندگی عادی محبوسین مختل کرده، حتی مدیریت سالم در زندان و مانی ارائه خدمات مثلا ضروری برای زندانیان شده.
مثلا ما برای زندانیان وسایل بهداشتی و نظافت، حمام و غیره برای یک تعداد معین زندانی در نظر گرفته شده، اما با تو دو چندی از امروز از این خدمات استفاده میکنن. یا مثلا مشکلات صحی داریم، هنوز دوا و شفاخانه لازم در زندان ها ما نداریم، هنوز مشکلات در عرصه خدمات صحی عرض کردم، در عرصه سرنوشت قضایی داشتیم و داریم هنوز متاسفانه. میکانیزم های روی دست گرفته شده که ما به این مشکلات فائق آمدیم. امروز من جلسه داشتم در وزارت محترم عدلیه، مرستیال سویلوی سرانوالی اونجا تشریف داشتن، با میکانیزم های توافق کردیم که دیگر نباید محبوس در موقع قانونیش به سرنوشت سر محاکم و دوسیه از اینه یک بحث مفصل میکنیم. شما میگین که بر یک تعداد معینی از زندانیا امو مسائل صحی فراهم شده، این معین چگونه؟ یعنی چگونه برای شما... کدام زندانیا خاصی هستن؟ مثلا ای بس به خاطر در ذهنم خطور کرد که چند وقت پیش یکی از زندانیایی که در زندان پلچرخی بودن عکسایشان در فیسبوک برآمدن، یک زندگی بسیار مفشن و مجلل داشتن اونجا. مطلب ما پلواکس غیر از این مسئله بود، مطلب ما این بود که شما در یک زندان یک ظرفیت معین دارین و این ظرفیت معین قبلا طراحی میشه و تمام نیازمندی های ازی در نظر گرفته میشه، اما زمانی که ازدحام و زندانی بیشتر از این حد میشه، طبعا شما به مشکل ارائه خدمات مواجه میشین. اگر غذا هست به مشکل مواجه میشین، اگر دوا هست به مشکل مواجه میشین، اگر مسئله صحتشان هست از مسئله استفاده از خدمات حفظ صحه و بهداشت است، اینا برای یک کمیت معین در نظر گرفته شده. اما وقتی میبینین که ازدحام به دو چند انسان ها در درون زندان زندانیا میرسن، در او صورت همی مقدار باید به همه محبوسین برسانین که ناکافی خواهد بود. مشکل از این ره گذر مطرح کرد. برخورد دوگانه وجود داره در زندان های افغانستان؟ خوشبختانه که با قاطعیت عرض میکنم که چنین برخوردی وجود نداره. بله، اگر برخورد دوگانه باشه در برابر کسانی که تابع قانون هستن و کسانی نقض کننده قانون هستن، اگر این دوگانگی را شما قبول میکنین، با این دوگانگی بله، کسانی که تابع قانون هستن مورد مکافات و نوازش قرار میگیرن و اونا تشویق بیشتر میشن در مسیر قانونمندی، و کسانی که قانون نقض میکنن با رفتارهای غیر قانونی و خلاف مقررات داخل زندان، یقیناً با اونا رفتار قانونی صورت میگیره. و امو بحث فراتر از آن است. مثلا گفته میشه که با زندانیان سیاسی که در زندان پلچرخی هستن با اونا برخورد دوگانه صورت میگیره. اونجا کسانی که مثلا به یک نوع مشکلات سیاسی دارن با اونا یک برخورد بسیار خشن صورت میگیره. مثلا ما چند روز پیش شاهد ازی بودیم که زندانیا حتی دهنهای خودن رو بسته کرده بودن. من فکر میکنم که ببخشید مسئله دهندوختن و مسئله مخالفت های محبوسین دلیل برخورد دوگانه نیست. در محابس افغانستان و زندان های افغانستان برخورد یکسان است و تطبیق قانون هم یکسان است. و اونایی که برخورد سیاسی قطعا نمیشه، حتی ما رعایت اونایی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستن بیشتر صورت گرفته برشان، برزی که برای اینا کتابخانه و مدرسه و زمینه تحصیل و زمینه درس خواندن و گپا در مسیر علوم مختلف برشان مساعد ساخته میشه. و اینا اتفاقا از ما فکر میکنم با رفتار خوبی که بعضن دارن، ما هیچ وقت با اونا رفتار متفاوت از دیگران نداشته. درست است. بحث زندان پلچرخی ببخشید زندان بگرام چگونه است؟ حالا اون زندان مربوط حکومت افغانستان میشه یا خیر؟ یک بحث. بحث دومی است که چند روز پیش، تقریبا یک دو ماه پیش، یکی از هیئت‌های ولسی جرگه رفته بودن در زندان بگرام. اتفاقا ما با یکی از اعضای امی هیئت ما بحث داشتم. اونا خیلی زیاد شکایت میکردن. جای، مسئله برخورد انسانی با اونا، مسئله که غذای از اونا، میگن که در یک حالت وحشت زندگی میکنن اونجا. اون رقم خودتان مهربانی کردین، اشاره کردین، زندان بگرام مربوط وزارت داخله نیست، ولی بدون شک زندان مربوط حکومت افغانستان است و من معلومات زیاد از درون اداره زندان بگرام ندارم، ولی قدر میفهم که زندان
با یک امنیت بلند اداره میشه، با یک شرایط بالاتر امنیتی اداره میشه. طبعا وقتی که امنیت بلند بود، شرایط ضیق است و امکانات و امتیازات برای زندانی کمتر است. اما در زندان افغانستان در وزارت اما انتقال نکرده به زندان به دولت افغانستان؟ بله، به دولت افغانستان انتقال کرده، ولی هنوز تحت مدیریت وزارت محترم دفاع ملی است. خب اونجا وزارت دفاع ملی اونجا چی دار؟ یعنی شما ایده میپذیرین که به یک نوع اونجا شرایط ضیق است؟ امنیتش بالاست. امنیت بالا باشه باز شرایط هم ضیق میشه؟ بله، مسائل بود باشه از اونها هم ضیق میشه؟ مسائل شکنجه هم باید به میان؟ نه، شکنجه به هیچ صورت توجیه پذیر نیست. توجیه پذیر نیست، به هیچ صورت روا نیست و در قانون ما عاملین شکنجه مجازات شدید میشه. همچون یک مورد داریم که مثلا یک کس را شکنجه کرده باشه، مسئولین زندان شما او را گرفته باشن و در چنگ قانون سپرده باشن؟ تو مثالی هست ما در محابس در زندان بگرام، در زندان پلچرخی یا در دیگه زندان ها، وقتی که او شکنجه که از طرف خارجی ها میشد و مسلما معلوم است تصاویرشان برآمده، اما در داخل افغانستان مسئولین زندان هم یک کس را شکنجه میکنه، با یک کس برخورد غیر قانونی میکنه، او محاکمه میشه یا تحت تعقیب قرار میگیره؟ در محابس افغانستان یقینا اگر موارد پیش بیای رقمی تحت محاکمه و پیگرد قرار میگیرن. در محابسی که مربوط وزارت ماست و من به حیث رئیس ارتباط در بخش خودم مسئولیت کار دارم، براتون اطمینان میتونم که حتی یک مورد شکنجه ممکن است یگان رفتار غیر متعارف صورت بگیره، بعضی اوقات که توبیخ میشن و از وظیفهشان جای دیگه توظیف میشن و اگر کشف شوه که در چین حالاته. اما در محبس بگرام من فکر میکنم از روی خودمان که محبوسین و محبس دارا زندانبانا هیچ دلیلی برای شکنجه کردن ندارن. فقط مواردی پیش میاد که به شدت زندانی قانون نقض میکنه، باعث اخلال و بی‌نظمی در درون زندان میشه، شاید برخوردهای صورت بگیره که او هم در چوکات قانون مثلا در سلولای جداگانه ولچک زدن برای اینکه به خود زنیم نپردازه و یا دیگر آزاری نپردازه و مشکلاتی را پیدا نکنه، اما اجراءات قانونی صورت میگیره. اما در محبس ما شخصا به دلایلی که پیش ما موجود است نباید شکنجه وجود داشته. درست، به شکنجه باید وجود نداشته باشه، مسائل حقوق بشری هم باید مراعات شود. در وکس که قانون رعایت نمیکنه بر اونها یک اختیاری هم داده میشه، ممکن یکم ذره زیر فشار هم قرار بگیره. حالا بحث از این فراتر است جناب جنرال صاحب، من پیشترم صحبت کردم پرسان کردم که شما همچی یک مورد را دارین که کسی با زندانی رفتار غیر قانونی کرده باشه، رفتار سو کرده باشه با زندان، او محاکمه شده باشه در زندان‌های افغانستان مورد شکنجه و نقض حقوق بشری وجود نداشته که تا ما با او افسر یا او مسئول محاکمه کرده باشه. آنچه که مربوط استقامت کاری شما میشه جناب جنرال صاحب، بحث محاکم و دوسیه‌هایشان خیلی میگه طول میکشه، زندانیایی که حکم آزادی از اونا صادر شده آزاد نشدن، مثلا زندانیایی که باید برای اونا توسط فرمان رئیس جمهور تخفیف داده شد و برای اونا تخفیف داده نمیشه بلکه یک واسطه دار میره، این بحث چقدر جدی است؟ نه، فکر نمی کنم. تخفیف، مسئله تطبیق فرامین تخفیف و عفو تحت یک چوکات بسیار دقیق و سختگیرانه قرار گرفته که حتی دو مرتبه شخص رئیس جمهور از او نظارت میکنه، دو بار هم حکم خود صادر میکنن، یک زمانی که فرمان اعلان میشه، زمان دیگه که جدول ترتیب میشه از طرف کمیسیون مربوطه و به توشه رئیس جمهور دوباره و برای دقت بیشتر و مثلا از فیلتر کمیته های متعدد میگذره و بعدش دوباره برشان ابلاغ میشه. اما در این که دوسیه هایشان چه مدت زمانی طول میکشه، مشکلات ما خوشبختانه در این زمینه خیلی بیشتر از جانب مقام لویساران والی حل شده، تعداد کمی باقی مانده که انشالله لیستی از او را جدولای از اونا را دادیم، اونا هم به زودی حل میشه و مشکلات دیگه در این زمینه ما داریم که امروز هم با مقام لویساران والی مطرح کردیم. ما فکر میکنیم داریم آرام آرام این مشکلات ها فائق میاییم. اگر یک بحث کلی شود که هیچ مشکلی وجود نداره، فکر میکنید بسیار منصفانه شاید باشه؟ نه تنها منصفانه نیست، بلکه واقع بینانه هم نیست. زندان جایی نیست که مشکل وجود نداشته باشه.
اساساً فطرت زندان و ذات زندان با مشکل و معضل همراه است. ما باید با دقت و محاسبه دقیق در رفع مشکلات بپردازیم و یقیناً که به صورت دوامدار ما از این مشکلات نظارت میکنیم. انشاءالله در آینده روزی خواهد برسه که دیگر مشکلات نباشه. یک بحث فلسفی که در مورد زندان وجود داره، میگن که زندان باید به یک نوع جای باشه که اونجا اصلاح صورت بگیره. زندانی که میره و پس از زندان بیرون میشه باید کلن تغییر کرده باشه. در اینجا یک قسم نیست جنرال صاحب. مثلا من برتون یک مثال واضح، مثلا نمی کسی که در خیرخانه در یک فامیل رفت و طفلایشان هم به شهادت رساند و چند 12 نفر بود نارا کشتن به شهادت رساندن، ای گفت در زندان بود، یک سال در زندان تیر کرده بود که برآمد اینقدر خشن شده بود، اینقدر وحشی شده بود، به جای از اینکه اصلاح شوه به اون طرف دیگه زیاد میره. ببینین بحث خوبه، ما برای ما به عنوان کسی که مدت طولانی را در زندان کار کردیم عنوان کردین مسئله ای که باید زندانی اصلاح شود. دو تا گپ وجود داره. یکی که امی که یک کسی را قاضی به حبس محکوم میکنه، امین نفس حبس و جزا بر علاوه که تحمل جزا را میکنه و عدالت بالاش تطبیق میشه، بر علاوه خودش عبرت انگیز و اصلاح کننده است. وقتی ما میگیم اصلاح شود، با تطبیق جزا باید اصلاح شود. این یک نوع اصلاح. وقتی میگیم نوع دیگر اصلاح، ای است که زندانی تابع برنامه های اصلاحی و تربیتی قرار میگیرند. یعنی از روانشناس شروع تا به جامعه شناس تا مربیان تربیت و اخلاق و تا به حقوقدان و تا به بخش های کار و اشتغال، این دانشمندا و متخصصین دست به دست هم میتن یک برنامه جامعی و سیستماتیک در طی مدتی که زندانی تحمل میکنه جزا را بالایش تطبیق میکنن. مثلا او را آموزش های ضروری را میتن. مثلا روانشناسان با شیوه های علمی روانشناسی اینها را به شکل امراضشان و تکالیفی که روانی که باعث ارتکاب جرم شده او را تشخیص میتن و مدوا میکنن. و علل اجتماعی را جرمشناسان جنایی یا جامعه‌شناسان جنایی علل اجتماعی را پیدا میکنن و در قسمت رفع از او کار میکنن. و همین رقم جرمشناسان علتهای مختلف ای را پیدا میکنن که اینها در کمیته های خیلی معین و مشخص کار میکنن و دقیقا مانند یک مریض ابتدا مثلا تشخیص میکنن مریضیشه، بعد به همون بخشی که مثلا اگر مریضی داخله داشته باشه، بخشی داخله ارتوپیدی، بخشی ارتوپیدی اعصاب روانی، به همون بلاک ها و به همون جایایی که مثلا همی کارشناس ها وجود داره بالایشان تطبیق میکنن. که متاسفانه من بسیار سریع و مختصر عرض کردم که داستانی دراز داره. بسیار خوب گفتین. در حد تیوری درست، در حد تیوری اما میایم بر سر از اینکه اما چرا تاثیرگذار نیست. بله، در افغانستان چنین وضعیتی نیست. اگر قصد شما اصلاح است، قصد شما همان مسئله ای است که ما جزا را بالایش به عنوان حبس تطبیق میکنیم، باید این حبس اصلاح را هم با خود به بار بیاره بدون اینکه برنامه‌های اصلاحی و تطبیقی بالاش تطبیق شود. متاسفانه یا بهتر بگیم که دنیا دیگه امروز از مسئله فلسفه اصلاح در بیعت رو گشتانده. دیگه دنیا حالا تلاش نمیکنه که در زندانهایشان برن برنامه های اصلاحی و تربیتی را با اون نحو پرهزینه تطبیق کنن، در نهایت هم نتیجه نده. متاسفانه تا سال 1975 پروسه اصلاح و تربیت و تجدید تربیت با برنامه های اصلاحی نتیجه نداد. جهان رو گشتان. در یکی از کنگره های بین المللی در سال 1975 اعلان شد که دیگه هیچ چیزی کارایی ندارد، یعنی پروگرام های اصلاحی و تربیتی در زندان مشکلات خود دارد. بعد روی آوردن به فلسفه سزاگرایی، یعنی آنچه که استحقاقش است به لحاظ جزاشناسی، به لحاظ جزایی و عادلانه هست بالایش تطبیق میشه، جزای استحقاقی. به این لحاظ ما نمیتونیم نرم های بین المللی ما در زندان های افغانستان ادعا کردن نمیتونیم که 100% با این امکاناتی که ما داریم،
ما شما بهبود زندان های افغانستان فقط در موجودیت امکانات زیاد میتونه میسر باشه. با این امکاناتی که ما داریم امروزه به جایی که توسط متخصصینی که نام بردم زندان های افغانستان اداره شوه، متاسفانه توسط نظامیایی اداره میشه، نظامیایی که نه روانشناسی خوانده، نه جامعه شناسی، نه جرم شناسی، نه بحث تعلیم و تربیت آگاه است، نه در بخش های دیگه. نظامی نمیتونه برنامه اصلاح و تربیت بالای زندانی با او وسعت نظر که شما از او انتظار دارین تطبیق بکنه. نهایت کاری که ما میکنیم جزای عادلانه را و استحقاقیش بالایش تطبیق. بین اعتراف هم است که زندان جای اصلاح نیست. شما خب که زندان این بحث اصلاح خیلی نمیشین. این بحث خیلی دامنی دراز دارد. یعنی این که باید بحث علمی شوه. این که واقعا یکی از دانشمندان میگه که شما وقتی نفر در قفس میندازین اما برای آزادی تربیتش میکنین. در قفس یادش میتین که در آزادی چی گونه باشه. این دیگر یک پارادوکس است. آدم اگر میخوای برای آزادی تربیت شوه باید در آزادی تربیت شوه. باید این بس حال دیگه مسئله مجازات های اجتماعی مطرح شده در دنیا. بله. مجازات هایی که در درون اجتماع برنامهش تطبیق میشه. بله. خیلی تشکر. متاسفانه فرصت خلاص شد. بحث بسیار جالب بود. باید ادامه میدادیم. خیلی تشکر جناب جنرال صاحب. لطف نمودین. همیشه آمدین. بخیر باشین. سلامت باشین. زنده باشین. قدر منو ولیدون کو استاد سلامتی مننه که خبرونمو پایتور رسید. لا تربیه مال عمل شد.